فرانسه یک بلژیک صفر و حالا یه شرکت کننده دیگه توی یک چهارم نهایی یورو هم میشناسیم فرانسه در کنار اسپانیا آلمان و سوئیس و انگلیس تا الان اعضای یا تیمایی هستند که به مرحله بعدی راه پیدا کردن میخوام راجع به این فرانسه بلژیک صحبت بکنیم که بازی خیلی متنوعی بود توی قسمت ها توی بخش های مختلف بازی توی دقایق مختلف بازی بلژیک های متفاوتی میدیدیم فرانسه های متفاوتی میدیدیم احتمال خیلی زیاد البته هنوز بازی امشب ندیدم اما احتمال خیلی خیلی زیادی میدم که پرتغال بزنه اسلوونی رو بیاد مرحله بعد و با همین فرانسه روبرو بشه بیاد یه آنالیزی از همین فرانسه دیدیه دشان بکنیم کجاها ضعیف بود چون واقعا ضعف مهم و بزرگی داشت کجاها قوی بود به همین دلیل بازی رو برد کجا تونست خوب بلژیک رو کنترل بکنه کجاها توی بعضی از دقایق بازی کنترل بلژیک از دست فرانسه خارج شد و در مجموع توی یه دیدار احتمالی چون هنوز پرتغال 100 درصد نیامده یک شارو و حریف فرانسه نشده این دو تیم چه جوری با هم رقابت میکنن بریم سراغش که همه چیز راجع این بازی صحبت بکنیم و بررسی بکنیم خب بریم سراغ تحلیل و جای بررسی مرور این بازی فرانسه یک بلژیک صفر راست رو بخواید بازی که دیدیم بازی در حد دو سفر سه سفر فرانسه بود حداقل دقل. اما فرانسه یه مشکل بزرگ داشت بیاید قسمت به قسمت پیش بریم یواش یواش پیش بریم ببینیم مشکلات کجا بوده و چجور ممکنه این مشکلات گریبان فرانسه رو توی دوره آینده بگیرن ابتدای بازی اگر بخوایم یواش یواش پیش بریم بازی خیلی دست بلژیک بود اما کم کم فرانسه این اگر شما نکنم ضربه سر مارکوس که تو دقیقه 20 20 خورده بازی زده شد روی سانتر کومده که خیلی نزدیک بود به گل اگر این ضربه گل میشد کلا سرنوشت بازی عوض میشد و از اینجا به بعد تقریبا از این صحنه ها به بعد که بلژیک بازیش کنترل میشه توسط فرانسه پایین میاد کم،, کم 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 محدود و محدودتر میشه تا جایی که تو نیمه دوم بلژیک کاملا مشخصا اومده بود به زمین تا دفاع بکنه بریم یه سری بزنیم برمیگردیم به این تصاویری که الان داریم میبینیم اما بیاید یه سری بزنیم به تحلیل یا به آمار بازی اینجا ترکیب دو تا داریم واسه فرانسه مانیان توی دروازه بود جاهایی که بعد سیو میکرد واقعا سیو کرد به هیچ عنوان ناامید نذاشت فرانسه رو به نظر من شاید مهمتر از خیلی از بازیکنایی که فکرشو شو بکنید شاید مهمتر از گریزمان مهمتر از امباپه شاید مانیان بتونه توی لحظات سخت فرانسه توی دو سه بازی آینده ای که اگر همه رو صعود بکنه داشته باشه شاید همین مانیان باشه که دست فرانسه رو بگیره ارناندز بازی عالی کونده بازی بی‌نظیر به نسبت اینکه پست تخصصیش هم نیست دفاع راست بودن اما من فکر کنم کم 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 داره از ابتدای این فصل عادت میکنه و خودش رو آداپته میکنه به خاطر اینکه پستی که پست شروعشه از این پست شروع کرده اما به دفاع وسط اومده حالا دوباره داره برمیگرده سالیبا و اوپامکانا اومدن خطای عجیب و غریب اشتباه عجیب و غریب از اوپامکانو نداشتیم و فرانسه موفق شد که دروازه خودش رو بسته نگه داره سالیبا هم یه بازی خیلی خوب داشت نزدیک بود روی یه شد فرانسه رو به گل برسونه رابیوت چوامنی کانته چامنی و کانته عالی بازی کردن الان توضیح کامل رو میدم که دقیقا فرانسه نقطه برتریش کجا بود و آنتوان تورام و امباپه اناسار یکم حجومی تر بودن ربیات کمتر حقیقتا اما چامنی و کانته دوتا عنصری بودن که بازی رو کاملا واسه بلژیک بسته بودن مشکل بزرگی که بلژیک داشت الان یعنی ترکیب بلژیک هم بررسی بکنیم مشکل میانه زمین رو به عقب بود یعنی خیلی دفاعها، به های ها دفاعی مثل اونانا به عنوان مثال موقعی که تو بازی بود که 90 دقیقه بازی کرد اما تو اون زمانی که توی جریان بازی بود واسه شون خیلی خیلی سخت بود که توپ رو برسونن به خطای بالاتر دیبرون خیلی کم صاحب توپ شد من انتظار داشتم که دیبرون بیشتر مرکز و محوریت بازی رو به عهده بگیره الان نگاه میکنیم لوکاکو اصلا تو جریان بازی نبود الان تک تک رو،, بازی رو نگاه میکنیم. واسه بلژیک این طوری بهتره کاستلز توی دروازه کاستانی دفاع راست فایز دفاع وسط در کنار فرتونگن و تیات دفاع چپ بود تیات خیلی خوب بازی کرد خیلی به داخل میومد و رو به جلو حرکت میکرد توی بازی گروهی توی انتقال توپ سعی میکرد کمک بکنه به تیمش متاتیات اونانا خیلی سخت بود واسه که توپ انتقال بدن به لاینای بعدی کاراسکو و دوکو تو سمت راست و چپ بازی میکنن حالا این ترکیب یه مقدار عجیب کاراسکو بیشتر تو سمت راست بود دوکو توی سمت چپ بود و اوپندا و لوکاکو سعی میکردن که مهاجمای نوک باشن هیچ کدومشون تو جریان بازی قرار نگرفتن اوپندا با مانگالا شد منگاله. خیلی خوب بازی نکرد حقیقتا توی بازی تو جریان بازی نبود کارراسکو هم تعویض شد با لوکا وکیو که اون هم خیلی اگر من بودم همون کاراسکو رو نگه می توی دقایق آخر که بازی ادامه بده چون خطر آفرین بود یعنی خطر اصلی از ناحیه دیبروین دوکو کارراسکو این اینجور بازی کنه بود لوکاکو بازی افتضاحی رو داشت بازی رقت رو داشت بازی خیلی خیلی بدی رو انجام داد اونانا بازیش یه مقدار یه مقدار قابل اه, چی میگن قابل دفاع تره یه مقدار از بقیه بازیکنای خط میانی که بهتون گفتم یه مقدار بهتر سل سوا از دیبروین سوا از دوکوی که واقعا خوب بازی کردن اما اه, یه نکته که میخوام بگم این که فکر کنم تیم همراهی نکرد با بازیکنای مثل دیبروین با بازیکنای مثل اونانا به عنوان مثال لوکاکو تو کلا تو بازی نبود نیمه دوم سعی کرده بود بیاد بشه مهاجم چپ تیم جلوتر از دوکو بازی بکنه از کناری زمین به توپ برسه بخاطر اینکه از مرکز زمین توی لاین وسط توی پاسای بلند توی اینکه مدافع توپ رو در بیارن بلژیک عملا هیچ کاری ازش بر نمی اومد و سرعت نداشت نمیتونست بازی کنه مقابل شجاع خیلی 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 بد بود علاوه اینکه یعنی همه این چیزایی که گفتیم به کنار فرانسه هافکاش خیلی خوب بازی کردن یعنی درخشان بازی درخشانی انجام دادن بلژیکا خیلی کنترل کردن اما نه به صورت کامل مشکل اصلی فرانسه کجا بود فکر کنم از حرفای من بتونید متوجه بشید دفاع عالی بود مانیان خیلی خوب بود هافکا عالی بودن در نتیجه مهاجما مهاجما واقعا مشکل داشتن بی‌دقت بودن مارکوس تورامی که های کمی خراب نکرد موقعیت های کمی خراب نکرد آنتوان گریزمانی که تو روز خوب خودش نبود میتونست خیلی بهتر بازی بکنه و کلیان امباپه که از انتظارات خیلی خیلی کمتر ظاهر شد توی نیمه اول که اصلا تمرکز نداشت توی جریان بازی نبود یکی دوباری هم که توی نیمه دوم با پا به توپ شد اونجوری که باید ظاهر نشد حالا من کاری ندارم به خاطر ماسک به خاطر هر دلیل دیگه است. به نظر من به خاطر ماسک نیست کلیان امباپه به خاطر ماسک بازیش دچار مشکل نشده اما میگم یه نگاهی هم به آمار بازی بندازیم بعد بریم سراغ صحنه های بازی تو قالب عکس ببینیمشون امید به گل فرانسه خیلی بالاتر بوده کاملا مشخص بازی بازی فرانسه بود حالا با یه رگه هایی از چلسی خیلی بیشتر از این نمیتونیم بگیم 1.36 امید به گل فرانسه بود 22 امید به گل بلژیک 52 درصد فرانسه صاحب توپ شده بود 48 درصد بلژیک 20 شوت فرانسه زده خوب توجه بکنید که از این 20 شوت فقط یه دونه شوتش یعنی این آمارو من نمیدونستم توی باز... توین بازی نکرده بودم که اوه او فرانسه یه شوتش دو چارچو بیشتر نداره اما واقعا غافلگیرکننده است واقعا زشته با که فرانسه داره کلوموانی مارکوس تورام آنتوان گریزمان کلیان امباپه اینا بهترین مهاجمای باشگاهاشونن تو هر باشگاهی بازی میکنن درخشانن جای تاسف داره که 20 تا شوت زدن صاحب موقعیت شدن صاحب توپ شدن پشت محوطه جریمه داخل محوطه جریمه اما فقط یه دونه به سمت دروازه زدن اصلا میگم در حالی که از پنجتا تا شوت بلژیک دوتاش تاش توی چارچوب بوده که میگم بخش مهمش همش برمیگرده به نیمه اول جایی که احساس میشد کاملا که خطر واقعی رو داره بلژیک خلق میکنه نه فرانسه تا جایی که کم 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 فرانسه یه مقدار بازی خودش رو علا خصوص توی نیمه دوم به جریان گذاشت و بله حالا از همه بدتر اینه که از این 20 تا... از این 19 تا شوتی که فرانسه بیرون زده و فقط یه دونش تو چارچوب بوده 16 تا شوت اصلا خودشون به بیرون زدن و فقط سه تا شو دفاع بلژیک دفع کردن میگم فرانسه توی فاز حمله فاز تهاجمی جای بهتر شدن داره توی مرحله گروهی هم کاملا مشخص بود که ممکنه با دردسش رو به رو بشه بلژیک اصلا تیم قوی نیست که بخوای روی بردنش خیلی خوشحالی بکنی در مقایسه با چه تیمی در مقایسه با پرتغالی که به زودی قرار مقابلش قرار بگیره و میگم اگر دونه دونه به لحظات بازی رو مرور بکنیم ضربه سر مارکوس یک اشاره کوچیکم میخوام بکنم به اینکه یه چیز خیلی بدی که دارم میبینم اینه که اخیرا به بهانه اینکه به داور اعتراض نشه بحث توی بازی نشه خیلی کارتا زیاد شده به شکل خیلی بدی کارتا زیاد شده که به نظر من اصلا درست نیست الان چند تا بازیکن اسپانیا چندین بازیکن فرانسه به عنوان مثال بازیکن آلمان هم هستن که در معرض محروم شدن هستن و ممکنه بازی یک چهارم بازی یک چهارم که نه بازی نیمه نهایی یا فینال رو از دست بدن که به نظر من حالا ایده ایده خوبی بازدارنده است از اعتراضات ولی به نظر من کاملا درست نیست اینجا هم میبینیم که فشاری که دیبروینه کنار هافک های فرانسه تحمل کرد واقعا جالب بود و قابل توجه بود دو تا شوت چاملی به بیرون زد که این باید بگیم که خیلی از شوتایی که فرانسه زد شوتایی از راه دور هم بودن یعنی میان باز این یه نمره منفی دیگه است واسه مهاجمه یه تیم یه پارامتر منفی دیگه است واسه از نظر تهاجمی امباپه که به هیچ عنوان تمرکز نداشت ماسک من فکر نمی کنم که ماسک باشه به نظر من آخه این تفاوت انقدر زیاده چرا میگم ماسک امباپه نیست بخاطر اینکه تفاوت انقدر زیاده که با یه ماسک نمیتونید توجیح بکنید مسئله رو در نتیجه من فکر میکنم چیزی فراتره مسئله مسئله تیمیه مسئله مسئله خود شخص با پس نمیدونم فکر نمی کنم مسئله خود این با باشه بیشتر جایگاهش توی تیم مطرح و با بازی که میتونه باهاشون بازی بکنه اینم ضربه سالیبا لوکاکو که اصلا آماده نبود و مانیانی که خیلی خوب بازی رو در آورد واسه تیمش با این وجود رجعه بازی پرتغال هم میتونیم صحبت بکنیم به نظر من با همین عمل کرد شانس برد فرانسه مقابل پرتغال خیلی پایینه به حتی کمتر از سی درصد به نظر من شانس صعود داره اما اگر یه مقدار اصلاحاتی انجام بدن یه مقدار سعی بکنن مکانیزما بازیایی از پیش تمرین شده بیشتری رو توی بازیشون در جریان قرار بدن روی شروعهای مجدد کار بکنن که اینا تو کوتاه مدت ممکنه ممکنه میشه کار بشه امیدی هست امیدی هست فرانسه اینم از این امیدوارم که لذت ببرید بعد از بازی پرتغال هم قطعا ویدیو قراره بزنیم قطعا راجع این بازی هم قراره صحبت بکنیم و احتمالاً اسلوونی شکست میخوره از پرتغال و اونجا دیگه به طور مفصلتر یه پیش بازی میریم راجع به فرانسه و پرتغال که میدونم خیلی از هوادارهای کریستیانو رونالدو هوادارهای پرتغال خیلی دنبال اینن که بالاخره پرتغال رو میتونن توی یه نیمه نهایی دیگه ببینن توی اروپا یا نه خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردیم ویدیو بعدی یادت نره و خداحافظ